بهمن خاوری هستم، 28 ساله از تالش. حدودا 5 روز. 5 روز. شما زمانی که رومینا رو فرار دادیم به کجا بردین؟ میتونین توضیح بدین؟ خونه خواهر بزرگترم. خونه خواهر بزرگترم. بله. آیا در زمانی که رومینا رو فرار دادیم باهاشون ارتباط هم داشتین؟ نه، به هیچ وجه. 2 سال. 2 سال؟ 2 سال باهاش در ارتباط تلفنی. از پارسا باهاش در ارتباط. یعنی از سن 12 سالگی با رومینا در ارتباط بودی. اقدام کردم، پدرش گفتش که من نمیدم دخترمو. بعد دخترم بهم زنگ زد گفت بابام آزارم میده. بله. اذیتم میکنه. بیا منو ببر، یا منو ببر یا من خودمو میکشم. تعریفش دقیق یادم نیست. تا 12 میشه. 12 میشه. بیا دیگه شما کارو نکردم. فقط هم تو آگاهی هم بهم گفتن که نمیدونم تو قرص داری. فلان گفتم نه اصلا چون چیزی نیست. فقط اینو میدونم که دختره به من گفتش که پدر من بهم مرگ موش داده بود با همراه تناب. گفت قرصو بخور خودتو دار بزن. آیا شما بعد از اینکه ایشونو بردین دوباره خواستین اقدام کنین که خواستگارشون برین؟ بله، خبر فرستادم که آدم بفرستم خونهتون بیاین عیادتی تموم کنیم فلان. ولی آدم که اومد یه جا خونه خواهرم جمع شدیم تا عقدو بخونن تموم بشه، ولی باباش برای من تله گذاشته بود. با پلیس آگاهی اومد دستگیرم کرد. الان خودتون چه حسی دارین؟ برجانم ناراحته، چه حسی باید داشته باشم؟ رفته دیگه. آیا آقای خاوری این صحت داره که تو محله شایع کردن که شما قبل از رومینا با دو نفر دیگه هم همین کارو کردین؟ نه، همچین چیزی. یعنی مثلا همچین چیزی صحت داره؟ به من گفتن 35 سالته که دروغه. شناسنامه هم هست. من کی ازدواج کردم که من خودم نمیدونم. خبر ندارم. یعنی شما میگین تو شناسنامه من چی نیست؟ میتونم نشون بدم. قبلا هم هیچ دختری رو فراری ندارم. نه. آیا رومینا از روابط خودش با پدرش چیزی برای شما تعریف کرده بود تو این دو سال؟ آیا به غیر از این دو سال شما بیرون رفته بودین یا نرفته بودین؟ نرفته بودیم، ولی تعریف کرده بود که پدرشون اذیت میکنه. کتکش زده، قصد داره اصلا از قبل فکر کنم میخواست اونو بکشه. عکسایی که در فضای مجازی پخش شده و صحبتش همه جا هستش چیه؟ فقط یه دونه عکس بود که اونم موقعی که فرار دادم دختر خودش گفت که عکسو من خودم میذارم تا همه بدونن با هم فرار کردیم، تا بفهمن که تو منو ندزدیدی. آها، یعنی بفهمن که ما با هم زن و شوهر شدیم. بله دیگه. به همسایه‌ها گفتن که شما تهدید کردین مردم رو، دارین اذیت و آزارشون میکنین که اگه صحبتی جایی اقرار کنین من شما رو میکشم فلان میکنین. همچین چیزی اصلا نیست. فقط عموش به من زنگ زده تهدید کردین که من تو رو با گلوله میزنم. با گلوله؟ من اصلا عموش رو نمیشناسم. اونا منو تهدید میکنن. من برای چی باید اونا رو تهدید کنم؟ خب مراجع قضایی در مورد شما چی میگن آقای خاوری؟ آن دختره اعتراف کرد که من پسر رو دوست دارم باش رفتم. فکر کنم به خاطر همینم پدرشون رو کشته. چون پشت من وایساد به خاطر همین. والله مردم همه به من سرکوب میزنن میگن مقصر توی. الله خاوری هستم. سنم 67 و پدر آقای بهمن خاوری هم هستم. آقای خاوری زمانی که آقای خاوری با مینا اشرفی در ارتباط بود آقای شما چیزی از این ارتباط اصلا ما خبری نداشتیم. فقط میگفتم بعد از نزدیک یک ماه بود که میگفتن یه دخترش دوستش داره، نمیگفتن دختری کیه، برای من نمیگفت. یک ماه بود که تازه خبر تقریبا یک ماه بود من خبر داشته بودم. اون خود شوهر خلاش میفرسته از بابای دختره برش خبر بیاره. اون شوهر خلا نامردی کرده نگفته از و از خودش اومده بهش گفته که آقا من و تو نمیگیرین سر بیاد، نمیگیرین با تو. یعنی شرخاله دختر برگشتی گفته که کار ما نمیگیرین؟ دروغی گفته، اصلا به بابای دختری هیچی نگفته بوده. درست. خب دختری رو فرار داد. بعد اون رفتیم گفتیم که حالا دیگه رفتن دیگه، دختری یه دختری ما یه پسره بریم آشتی کنیم در کیرای نباشه فلان. بعدن گفتم بیان آشتی کردیم بیار بریم آستارا اجازه بدم نگو اینا نقشه بکشن. از قرآن قسم خورده بود یه نفر اونجا آقای محمدی، پسر محمدی، رضا محمدی، اون به من زنگ زد که آقا این قبول داره بیا برین عقد کنین. رفتم اونجا نشستم و آخوندان بود، همه بودن، فقط نامه که می نویسن برای آزمایش خون اونا هم داد، مهرم زد، اسکم زد روش، داد به این پسره. فقط منتظر مادرش بودن که بیاد تو. این مرد خودش بلند شد، پدر دختره. بله. خودش بلند شد که من برم در باز کنم. نگو این ارتباط داشت به آقایی، با مامور. رفت در باز کرد، یهودی اومدن پسر رو دستبین زدن، دختر رو برداشتن بردن. دختر موقع رفتن گفت که منو بهش ندی، منو میکشی. رفتیم آقایی هم گفتیم، آقایی هم بهش گفت. بعد وقت تو آقایی هم گفت، تو دادگاه هم گفت. ولی خب کسی حرف بچه رو گوش نداد.
الان خودتون به عنوان یه پدر احساستون چیه که الان رومینا به این قدر رسیده؟ احساس یه بچه 9 ساله از بین رفت. این گره بچه منه. من بعد بر شبم نمیتونم بخوابم دخترم. من بیچاره چیکار کنم؟ نه که برای پسر خودم ناراحتم، نه برای اون بچه من ناراحتم.